درود و سلام، بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. چشمانداز وضعیت در افغانستان تا سال 2017 چگونه خواهد بود؟ فرانس مایکل میلبند، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، در پیام تویتر خود گفته است که در سال 2017 میلادی خواهان سال برای افغانها و توسط افغانهاست. بارها مقامات خارجی و حکومتی افغانستان اذعان کردند که راه حل افغانستان صرفا نظامی نیست و ایجاب جستجوی راه حل های سیاسی را هم دارد. این در حالی است که تا این حال تلاش های صلح حکومت افغانستان نتیجه نداشته و طالبان حاضر به گفتگوی صلح با دولت افغانستان نشدند. افغانستان سال گذشته میلادی را خوب نگذشتان و تا این حال به لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی در وضعیت بدی قرار دارد و هیچ نشانه ای هم از بهبود وضعیت در کشور به چشم نمیخورد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در نشست وزیران خارجه این پیمان در اول های ماه دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود که خشونت ها احتمالاً ادامه خواهند یافت و از همین روست که ناتو در کنار حکومت و نیروهای افغانستان باقی خواهد ماند. گفتگو روی این موضوع با قایان غلام فاروق مجروز به مجلس نمایندگان و سید ناصر موسوی، آگاه روابط بین الملل. سپاسگزارم از حضورتان. آقای وکیل، سال نو میلادی را برای کشورمان چگونه میبینین؟ سال گذشته که خوب نبود. به نام خداوند بزرگ، عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم شما، بینندگان عزیز و همچنان دوست نهایت گرامی حاضر در بحث. هرچند صحبت های سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نوعی امیدوار کننده هست، اما خوب بود که سفیر اتحادیه اروپا من حیث سفیری که خیلی از کشورهای قدرتمند جهان به او بستگی داره و میتونه که در عرصه سیاست افغانستان کار بکنه، راه حل و چگونگی آوردن صلح به افغانستان را هم پیشنهاد میکرد یا طرح خود ارائه میکرد. این فکر میکنم در سطح یک امیدواری هست، همانطوری که ما همه آرزو داریم که خداوند روزی به افغانستان برسانه که به افغانستان صلح بیاید، ثبات بیاید و صلح گمشده مردم افغانستان هست. سال 2016 هم متاسفانه بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان رفته رفته وضعیت امنیتی بدتر شد. هرچند در سال 2016 گمان می رفت که وضعیت امنیتی افغانستان از این هم بدتر باشه، حتی ولایات سقوط بکنه و وضعیت امنیتی افغانستان خیلی به حالت بد به خود بگیره. 2016 بله. ولی دیدین که در اکثریت ولایات که جنگ های شدید ادامه پیدا کرد، مثل قندوز، هلمند، فرا و بعد از فاریاب و شبرغان، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تانستند که حداقل امو حریم شهرها را محافظت بکنند و نگذارند که دشمن پای از او داخل شهرها برسه. اما با آن هم از لحاظ امنیتی سال خوبی را نداشتیم. ما تعداد زیادی از مردم، از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، از جامعه رسانه ها و از همه اقشار ما متاسفانه که تلفات زیادی داشتیم و مجروحین زیادی هم همچنان. اما از لحاظ همکاری های جامعه جهانی به افغانستان کماف سابق به روال قبلی ادامه داشت. از لحاظ اقتصادی هم وضعیت خوب نداشتیم. از لحاظ تامین روابط افغانستان با کشورهای بیرونی خوب بودیم. حال با این تحولات اخیری که در منطقه به وجود آمده، میتونه که سال 2017 یک سال پرچالش‌تر برای ما از 2016 پیش بینی بکنه. یعنی سال بدی داشتیم و سال 2017 با پیش بینی که شما دارین سال خوبی نخواهد. ما از لحاظ امنیتی سال خوب پیش بینی نمی کنم، مگر اینکه از یک طرف و کشورهایی که متحدین استراتژیک ما هستند، به خصوص ایالات متحده آمریکا و ناتو، در قبال قضیه افغانستان جدی تر عمل بکنند، که او هم خیلی چی نیست، قریب نیست، به دلیلی که حکومت ایالات متحده آمریکا ده تحویل دهی قدرت در اونجا صورت میگیره و حکومت که تازه میایه هنوز او پالیسی و سیاست از او در قسمت افغانستان مشخص نیست. هرچند او استراتژی دراز مدت و میان مدت از اینا روشن هست، ولی خب هر حکومت هم برای خود مثل که یک اداره یک طرز العمل داره، یک لایحه داره. خب اما انتقادی است که این پالیسی ها و سیاست های مشخص در قبال افغانستان نتیجه نداشته. خب شما تو وضعیت بدتر میشه. شاید اونا هم یک سلسله
اقدامات را بکنند یا بهتر یا بدتر، اما وضعیت فعلی هم که در سطح منطقه میبینیم، ائتلاف هایی که در سطح منطقه به وجود آمده، اینا همه نگران کننده است و نوی میتونه که مداخله در امور داخلی افغانستان باشه. با توجه به وضعیتی که در منطقه به وجود آمده و با توجه به هشدارهایی که از حضور داعش در افغانستان نگران کننده هست، سال آینده میلادی خیلی خوب نخواهد بود، مگر اینکه اول عرض کردم که ناتو و آمریکا در این قسمت بیشتر توجه بکنند و در ضمن از این حکومت افغانستان توانایی از این داشته باشه که با توجه به سردی هوا تا 2 ماه آینده چیزی بیشتر که از زمستان امسال ماند باقی مانده، بتونه ساحه نفوذ خود را گسترش بده در افغانستان، به خصوص در سرحدات افغانستان. سپاسگزارم آقای موسوی. اظهارات از این قبیل که تلاش های صلح باید شوه و گفتگوی صلح را بیفته در حد امیدواری است. سال گذشته سال خوبی نبود و سال نو میلادی هم با توجه به تجاربی که داشتیم سال خوبی متصور نیست. بسم الله. مگر این که متحدین افغانستان که ناتو و آمریکا باشه جدی عمل بکنن و توجه بیشتر بکنن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما جناب وکیل صاحب در بحث و بینندگان عزیز. همونطور که جناب وکیل صاحب هم خدمت شما بیان کردن که سال گذشته برای نیروهای امنیتی افغانستان هم به لحاظ میزان تلفات، هم به لحاظ کنترل اراضی و هم به لحاظ به اصطلاح مسائل دیگه‌ای که در منطقه به وجود آمد، سال گذشته برای دولت افغانستان به خصوص برای نیروهای امنیتی افغانستان یک سال نهایت پرچالش و جنجال برانگیز بود. اما یک سال آینده چگونه سال خواهد بود؟ به نظر من که چند تا موضوع به عنوان بحث اصلی مطرح هستند که اونها میتونه تعیین کننده باشد که ما سال بد داشته باشیم یا سال خوب. اولی که در داخل حکومت افغانستان بسیار مهم است که تا حالا متاسفانه حکومت افغانستان، گرچه که در ابتدایش بحث مطرح شد که ما تانستیم پاکستان را به اصطلاح به انزوا بکشانیم و پاکستان اون مانور بین المللی یا همکاری های بین المللی یا چشمنداز بین المللی که داشت نداره، به اصطلاح کشورهای قدرتمند دنیا، کشورهای تاثیرگذار بر صلح و جنگ منطقه، به پاکستان نظری بد داره که پاکستان را به عنوان کشوری که از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده میکنه، ما به اصطلاح قلمداد شدن یا دنیا میبینن به اصطلاح پاکستان به طرف انزوا پیش میره. اما اگر واقعیت ها را ببینیم، مثلا نشستی که در مسکو صورت گرفت یا زدبند های دیگه که در منطقه به وجود آمدن، این نشان میده که سیاست خارجی افغانستان همچنان که گفته میشد از موثریت درستی به اصطلاح مثلا کارایی برخوردار نبود. یعنی ما میخوایم عرض بکنیم که اگر حکومت وحدت ملی به هر ترتیب بتواند سیاست خارجی درست را که او سیاست مبنایش باشه تأمین دوباره روابط بهتر با چین و روسیه و کشورهایی که به یک نحوی فعلا در قضیه افغانستان درگیر هستند، این میتونه تعیین کننده باشد بر معادلات صلح و جنگ در افغانستان که چطور سیاست خارجی را افغانستان پیش میگیرند و این سیاست خارجی چقدر میتونه به اصطلاح برای کشورهایی که جدیدا در قضیه افغانستان داخل شده اقناع حاصل بکنه و داخل یک تعامل ایجاد بکنه. دومی که میزان حمایتی که ناتو و جامعه بین المللی از نیروهای امنیتی افغانستان انجام میده به چه پیمانه خواهد بود؟ اگر مثل سالهای گذشته باشد، متاسفانه گرچه خب حضور ناتو در افغانستان و عملیات هوایی که ناتو در کنار نیروهای امنیتی افغانستان انجام دادن و کمک های لوجستیکی و تکنیکی و مشورتی را که در واقع انجام داد، اینها کمک های مهم و حیاتی بود در بخشایی، ولی کمک ها ناکافی بود با توجه به جنگی که در افغانستان وجود دارد، گروه های تروریستی که نزدیک به 30 گروه در واقع میرسد در افغانستان وجود دارد و مداخله ای که وجود دارد، کمک های ناتو ناکافی بود، به اصطلاح کمک های مؤثر نبود. اگر ناتو همچنان مثل سال گذشته کمک هاش به اصطلاح ناکافی باشد و قوای هوایی افغانستان را تجهیز نکند، قوای توپچی افغانستان را تجهیز نکند و تعداد کمیت در واقع نیروهای افغانستان بلند بوده نشود، ممکن است که هم تاثیر جدی داشته باشد، تاثیر منفی بر صلح و جنگ افغانستان. منظور میست که اگر ناتو به اصطلاح این مشکلات یا نقاط ضعفی که در تجهیز نیروهای افغانستان در سال گذشته وجود داشت در صحنه جنگ به اصطلاح متصور شد، برملا شد، اگر اینها را به اصطلاح حمایت بکند، بپوشاند، به یک نحو اینها را دوباره برجسته بسازد که امکانات بهشان برسه، ممکن است که برتری نیروهای اردوی ملی در جنگ افغانستان بسیار مهم تعیین کننده باشد. ناتو که دو تا نشست وارسو و بروکسل تعهد کرد به تداوم حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان و در کل حکومت افغانستان،
تا 2020 حمایت های مالی شو ندارن، مقسم تا سال 2017 حمایت های نظامی داره از حکومت افغانستان، صلاحیت های نیروهای آمریکایی هم زیاد شده. اینا کافی نیست با توجه به اینکه ساحه جنگ بیشتر میشه، تلفات نیروهای امنیتی افغانستان بیشتر شده. مثلا شما اگر آمار سال گذشته جنگ را در افغانستان ببینید، تلفات نیروهای امنیتی را یک از علت عمدهش نبودن قوای هوایی مؤثر که در اختیار نیروهای افغانستان بود و مثلا توپچی مشکل داشت، بخش کشف استخبارات مشکل داشت. اینا من میخوام در کل عرض بکنم که در کنار دیپلماسی مؤثر دولت افغانستان برای کنترل وضعیت سیاست خارجی افغانستان، نقش اردوی ملی میتونه بسیار تعیین کننده باشد برای اینکه ما سال خوب داشته باشیم یا سال بد. این دو. و در واقع در نهایت من میخوام عرض بکنم است که چگونگی اجماع سیاسی در داخل افغانستان تا حالا متاسفانه ما بر سر بسیار از مسائل ها در داخل حکومت وحدت ملی چانزانی های وجود داشتن، هنوز هم مثلا تا حالا بحث یک وقت بحث 50% مطرح میشه، بحث مشکلات مطرح میشه. اگر این بحث یک بار به خاطر مشکلات که وجود داره در واقع خاتمه داده شود، حکومت وحدت ملی از یک دیدگاه واحد و منسجم با قضیه برخورد بکنه، ممکنه ما بر مشکلات و چالش های سال 2017 فائق بیم. اگر متاسفانه که برای که ناتو همکاری لازم را با نیروهای امنیتی افغانستان نداشته باشد، سیاست خارجی افغانستان هم گاهی به نعل و گاهی به میخ باشد، یعنی سیاست واکنشی باشد، در داخل حکومت هم مثل سال 2017 شما همچنان به اصطلاح قطبندی و سیاست هر کس به اصطلاح طبق امو برداشت خود به اصطلاح عمل بکنه، من فکر میکنم که سال چندان آسان و سال بسیار خوبی برای نیروهای افغانستان در کل برای افغانستان نخواهد بود، با توجه به اینکه به اصطلاح بازیگران بیشتر در قضیه افغانستان داخل میشه، خودبندی های جدید در منطقه شکل میگیرد. اینا همش به اصطلاح چالش های هستند که جدیدن به وجود آمدن در وضعیت افغانستان. شما به ناکافی بودن کمک های ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان اشاره کردین. خب یک پرسش میست که چرا با حضور این همه حضور تا این 15 سال نیروهای امنیتی افغانستان خوب تجهیز نشدن، پشتیبانی هوایی ندارن، نیروهای هوایی افغانستان تجهیز نشدن. خب این مشکل از کجا ناشی میشه؟ ضعف حکومت افغانستان هم که عدم توجه یا توجه کمی کشورها. ببین دو تا نقطه مشکل اساسی به نظر من وجود داشت. اولی که وقتی که ناتو و آمریکا در افغانستان آمد، اینها به خاطر نظام سازی و به خاطر مقتدر ساختن دولت افغانستان نبود، بلکه به خاطر اهدافی که خودشون داشتن، مثلا دستگیری سران القاعده، از بید بردن اونها و کشتن اونها بر افغانستان آمدن. یعنی در ابتدا 70,000 نفر برای افغانستان پیش بینی شده بود اردوی ملی، و بعد وقتی مشکلات بیشتر شد 100,000 شد، 200,000 شد، تا 100 فعلی رسیدن. همین که شما نظر به وضعیت کشور مثلا واکنش نشان میدید، هر روز تعداد را افزایش میدین، به یک معنا بود که یک پلان واقعی وجود نداشت. دومی که ناتو به اصطلاح با آمریکا پیش بینی نبود که طالبان به اصطلاح بی پیمانه از طرف کشورهای مثل پاکستان حمایت شود، وضعیت امنیتی در افغانستان به گونه‌ای که فعلا هستن برسد. نظر به عمومی وضعیت ها که به اصطلاح اشتباهی که صورت گرفتن در ابتدا، تعداد کمی در نظر گرفتن، ظرفیت کمی در نظر گرفتن، و هیچ گاهی متاسفانه اینه درخواست جانب افغانستان شما به اصطلاح در ارتباط تجهیز قوای افغانی هوایی افغانستان، تکنولوژی برتر نظامی امروز که مثلا خود ناتو از او استفاده میکنه و همچنان تجهیز توپچی افغانستان، هیچ وقت متاسفانه یک پاسخ درست از طرف ناتو پیدا نکردن. ناتو همچنان گرفتار مشکل و بگمگاه ها در بین خودشان بود. یک. دومی که متاسفانه در داخل دولت افغانستان هم یعنی مقامات نظامی افغانستان، حتی مقامات ملکی از سطح آقای کرزی تا آقای غنی، یک استراتژی نظامی نداشت با توجه به وضعیت منطقه که افغانستان با چطور چالش به صدا خود روبرو شد و ما با چه پیمانه نیرو داشته باشیم و نیروها باید چگونه تشکیل شود. در داخل افغانستان هم مثلا هر روز یک وزیر دفاع جدید می آمدن، یک پالیسی جدید طرح می شد. یعنی نه در داخل افغانستان یک دورنمای روشنی از وضعیت نظامی در افغانستان وجود داشت و نه ناتو و آمریکایی ها. متاسفانه دو تا چالش اساسی بود که هنوزم به یک نحو تاثیر شما می بینیم. سپاسگزارم آقای وکیل. تلاش سال که تا این حال نتیجه نداده، هر بار که تلاش از سوی حکومت افغانستان طالبان حاضر نشدن و گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان و نماینده روان نکردن. در این پسان ها هم پیشنهاد گفتگوی صلح با آمریکا را داشتن با دو پیش شرطی که دفتر سیاسیشان در خطر به رسمیت شناخته شود و نام رهبرانشان خارج شود از لیست شورای سازمان ملل. خب پس از این هم امیدی هست که گفتگوی صلح را بیفته و طالبان پاسخ مثبت داشته باشند؟ خب حکومت افغانستان من حیث یک حکومت مسئول مکلفیت داره که از هر چی تاکتیکی برای رسیدن به صلح کار بگیره، بدین معنا که میتونه که در بین نیروهای مخالف کار بکنه، میتونه که با رهبرای از اونها
رابطه برقرار بکنه، میتونه با افراد پایین رتبه رابطه برقرار بکنه، میتونه که از همه جهات هم در عرصه داخلی و هم در عرصه منطقوی و جهانی کار بکنه، تا اینکه بعد از کشورهایی که تاثیرگذار هستند روی طالب ها میتونن که در این قسمت همکاری بکنن، مثل پاکستان که حکومت افغانستان کوشش کرد که به انزوا بکشانه و در واقع چنین هم شد. شما چرا پاکستانی ها به روس ها رجوع کردن؟ به دلیل از اینکه در حاشیه ماندن، اونها امو حمایت قبلی آمریکا را دست دادن، صنایع آمریکا با کمک هایی که میخواست به پاکستان صورت بگیره اونها را به تعلیق در آورد. اینا به خاطر از اینکه از حاشیه خود را برهانند و در ضمن برای آمریکایی ها بقبولانند که ما بدیلی هم میتونیم برای آمریکایی ها در منطقه ایجاد بکنیم، اینا عاجل با یک چرخش طرف روس ها رفتند و روس ها هم که فعلا نیاز دارند بیارگیری در سطح منطقه و جهان، اینها هم از این استقبال کردند. بعد صورت حکومت افغانستان باید تلاش های خود هم از راه دیپلماتیک چی بکنه ادامه بده و فعالتر شوه، یا دیگه از لحاظ مو تاکتیک های نظامی کارهای خود پیش ببره در سطوح مختلف، هم در جنگ و هم در صلح و در گفتگو، تا ای که ما بتانیم در آینده ها به صلح دوامدار در افغانستان دست پیدا بکنیم. شک نیست که راه حل قضیه افغانستان تنها راه حل نظامی نیست، به دلیل اینکه ما او توانایی و ظرفیت فعلا نداریم که بتانیم به تنهایی طالب کلا مغلوب بکنیم، از بین ببریم و صلح در افغانستان ایجاد بکنیم. ولو که از بین هم ببریم، باز هم میتونه روزی به افغانستان مشکل زا شود. پس بیشتر باید روی گزینه های سیاسی کار بکنیم و فراهم بکنیم مو قناعت مخالفین حکومت افغانستان تا به هر نحوی از آنها بتانیم ما اونا را در نظام شامل بکنیم و بیان و اونها. این کار سخت هم است دیگه، تو این حال که نتیجه نداشته، بسیار سخت است، تا حال هم که نتیجه نداشته، دلایلی هم داشته. خب، روزی که طالب هنوز قوت نداشت، هنوز توانایی نداشت، متاسفانه گفتگوهای صلح افغانستان در حد یک شعار بود، نتونست که در یک راهکار راه بکنه و خیلی از طالب ها بود و آمد تسلیم شد. وقتی تسلیم شد باز به میدان رها شد و احساس خطر کرد، پس رفت دوباره به دشمن پیوست، یا به او عدایی که به او سپرده شده به او عدا عمل نشد، و یا ای که مثلا حکومت به نوعی که باید به او برخورد میکرد نکرد. اگر یک راهکار درست بی بود که تضمین میکرد جان و مال افرادی که میاین به پروسه صلح میپیوندن و یا اینکه از اونها در ترکیب نظام کار گرفته میشد، من فکر میکنم که یک تشویق بیشتر میشد و کسای میامدن بیشتر به نظام میپیوستن. خب حکومت ایده نمیگه که ما برنامه نداشتیم، کوتاهی شده قسمت گروه های از مخالفین که آمدن به پروسه صلح پیوستن، و میگن که مشکل افغانستان عامل بیرونی داره، جنگ تحمیلی است، پاکستان نقش دوگانه دارن و همیشه هم تاکید بیشتر روی پاکستان میشه. ببینید، در این که مشکل افغانستان یک مشکل بیرونی هم هست، در این شک وجود نداره. اما این که ما هم تمام گناه را به گردن بیرونی ها بندازیم، به این هم من فکر میکنم ما نمیتونیم براعت حاصل بکنیم، به دلیل این که پس ما کی هستیم؟ ما مردمی هستیم یا نه؟ ما کشوری هستیم یا نه؟ ما به عنوان انسان، مسلمان، هموطن مسئولیت در قبال همین کشور و مردم خود داریم یا نداریم؟ نمیتونیم، چرا ما نمیتونیم همی کشورهای بیرونی رو به جان هم بندازیم؟ پس معلومه که در اینجا گناه از ما هم هست. ما باید اشتباهات خود را ما ببینیم، پیدا بکنیم و ما آسیب شناسی بکنیم و امو راههایی که ما آسیب پذیر هستیم اون راه ها رو ببندیم. و من به این باورم که خیلی از کسایی که آمدن به حکومت، وقتی وارد نظام شدن، تسلیم شدن، آمدن در کنار مردم قرار گرفتن، باز به بی‌توجهی هم قرار گرفتن. یعنی حکومت به اونا توجه نکرد و اونا سبب شد که پس بر بگردن برن مخالف. اگر اینا در ترکیب نظام جای می گرفتن، یک جنبه بسیار خوب تشویقی داشت برای خیلی از کسای دیگه که در جنگ و ستیز بودن که اونا هم بیان در این ترکیب جای بگیرن. اگر ما حکومت افغانستان خواسته باشه که ما بگیم طالب بیاید و تسلیم شوه، تو سلا بر زمین بگذاره و خلاص بره دنبال کارش، پس برای چی می جنگه؟ حتما خود یک هدف داره می جنگه. اگر هدف شانه که او خود تسلیم میشه، او خود صلح نشد، ظاهرن میگن تطبیق شریعت و برپایی دولت اسلامی. ببین الحمدلله امی فیلن به افغانستان دولت اسلامی هم هست،
مردم مسلمان هم هست، تطبیق شریعت هم میشه. همه ما فکر میکنیم اگر شیرین باشه یک خواست ناباجا هم نیست، یک خواست ناممکن هم نیست. بیاین در ترکیب حکومت اونا رو جای بدن، اونا رو تشویق بکنن تا اونا بیان در ترکیب حکومت همگام شون. اگر ما خواست باشیم که تسلیم شوین، اونا رو تسلیم بکنین، خب تسلیم نمیشن، پس چرا میجنگن؟ اگر ما خواست باشیم که حکومت به اونا تسلیم کنیم، خب ما تسلیم نمیکنیم، پس رای میانه چی هست؟ رای میانه ای هست که ما تشویق بکنین که بیاین به عنوان مسلمان امی قسم که در تخریب وطن دست داشتین، در آبادی وطن سهم بگیریم، در آبادی اینمی کشور فلک زده و سهم بگیریم و دیگه نگذاریم که چشم مردم رنجیده افغانستان از بیشتر تر باشه. اونا را در ترکیب حکومت جای بدیم تا هم با هم بتونیم برای افغانستان خدمت بکنیم. امیال تمام امی طرف های درگیر و حکومت، امی اپوزیسیون حکومت، روشن فکرهای جامعه، اساتید دانشگاه، خود دولت در مجموع، اما هم که در کنار هم بیستیم، به سالها نمیتونیم که امی کشور خراب شده خود ما آباد بسازیم. ما خیلی نیاز داریم حداقل امی که او رو بتانیم دست از جنگ بکشیم و در کنار خود داشته باشیم، این بزرگترین کار کردیم که اگه بتانیم بکنیم. اونا امارا پیشرت رو هم میکنن، پیشرت به باور بسیاری که خیلی سخت، اونا نظام مطابق باور خودشان میخوان، امارت میخوان که با شکل فعلی دولت تضاد داره، خانه تعدیل قانون اساسی هستند در این راستا. این مسائل که به باور بسیاری پذیرشش خیلی سنگین و سخت است. ببینید ممکن است؟ نه، ببینید بعض از چیزها هست که ناممکن که هیچ چیز نیست. به این معنی که ما نمیتونیم دستاوردهای 15 ساله این نظام را ما از دست بدیم، درست؟ بله. این خط قرمز این نظام هست. ما چیزی که بر مبنای اصول اسلام باشه، ما یک نظام اسلامی هستیم، ما مردم مسلمان هستیم، ما نمیتونیم چیزی از جد از اسلام به کشور حکومت بکنه. بخش مخالفین که قرائت بنیادگرایانه تر و تندتر دارن میگن که خب ممکن انتخابات هم خط بکشن، بگن انتخابات اصلا در کار نباشه. نه، امی خوب است که مال قانون اساسی اگر تعدیل شه چی میشه؟ هیچ چیز نمیشه. امیال قانون اساسی ما صدها مشکل داره که خب دست بند ساخته. اجازه نگرانی است که این ارزش هایی که آمدن کم و بیش نهادی نشدن، مثل انتخابات و آزادی بیان، یا نقض نشود، نه، زیر پا نشود. ما عرض کردم که ارزش های به دست آمده اینمی است: تمامیت دموکراسی و حقوق بشر است، انتخابات هست، آزادی بیان هست، آزادی رسانه ها هست و و و و ده ها مورد دیگه که جزء ارزش های به دست آمده نظام جمهوری اسلامی در افغانستان هست. اینا جزء خط قرمز هست. حالا میشه که جانب مقابل با او بشینن، گفتگو بکنن، صحبت بکنن، به نوعی او رو راضی بسازن که بیاد در ترکیب اینمی نظام جای بگیره. اگر در مواردی هم قانون اساسی در قانون اساسی امام چی هست؟ هیچ قانونی نمیتونه مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشه. این طالب چی میتونه به یکی بیاره دلیل بیاره؟ وقتی ما به عنوان مسلمان هیچ قانونی هم نمیتونه مخالف مو اعتقاد ما و فکر ما به دین ما باشه، پس تو از ما چی میخوای؟ بنان اگر گفتگوها دروازه باز میشد، امرای مخالفین درست صحبت میشد، به نوعی میتونستیم آلشوت نتونیم همه، ولی حداقل میتونستیم که یک روزنه باز بکنیم و این روزنه به یک دروازه کلانی از گفتگوها و تفاهم مبدل شد تا اینکه ما بتانیم مخالفین خود را با خود یک جا بسازیم و از اونا کار بگیریم در بسازی افغانستان، در امنیت افغانستان و از اون توانایی و استعدادی که دارن اونا در کنار خود داشته باشیم. ولی باز هم میگم که یک وقت سوی تعبیر وجود نه، چون در افغانستان متاسفانه زود از صحبت‌ها یک غلط فهمی صورت میگیره. دستاوردها و ارزش های به دست آمده 15 سال افغانستان من حیث خط قدمز باید حفظ شود. سپاسگزارم. آقای موسوی، امید برای تلاش های سال و نتیجه مثبتشون هست؟ تا این حال که نتیجه نداده، طالبان تا این حال که حتی یک بارم با دولت افغانستان گفتگوی سال نداشتن، به باور آقای وکیل که روی کرد نظامی و سیاسی یک جا پیش بره و تاکید شده بالای گزینه های سیاسی برای حل مشکل افغانستان؟ البته شرایط امروز اینه، اگر شما همین حالا وضعیت جاری کشور را، وضعیت دولت را، وضعیت طالبان را
مورد تحلیل قرار بدین. طبعا هر کس که باشه یعنی باور بر است که فعلا شرایط برای صلح آمده نیست، اون موضوعاتی که دولت با طالبان بر سری و با هم می‌جنگد اون موضوع پابرجاست. چه موضوعاتی مثلا ما می‌خوام عرض بونم خدمت شما؟ خب اصلا اساسا اختلافی که طالبان با دولت اختلاف بر سر باوری ما است که اختلاف بر سر قدرت است. یعنی همونطور که جناب وکیل صاحب مشارکت که ماده 3 قانون اساسی افغانستان میگه که هیچ قانونی به اصطلاح نمیتونه مخالف معتقدات و اساسات دین مبین اسلام در افغانستان تصویب شوه. اما اونو که نظام مطابق قرارات خودشان ارائه میکنن، امارت اسلامی میخواهن مثل که گروه داعش دولت اسلامی میخواهن، من میخوام عرض بکنم خدمت شما. ببینید اصلا در افغانستان یعنی حکومت امروز افغانستان اگر شما به صورت دقت بکنید همین قانونی که در تمام کشورهای اسلامی اجرا میشه، قانون افغانستان اسلامی تر از همه قوانین اساسی کشورهای اسلامی است. به صورت دقت نظر شما مثلا مصر ببینید، عراق ببینید، ایران ببینید، یا مثلا کشورهای دیگه ای که وجود دارن، ترکیه را مثلا ببینید. ولی اصلا بحث نیست. ما باور میکنیم که در افغانستان این بحث بحث قدرت و کنترل قدرت است. این بحث به عنوان اصل منازعه سر این موضوع است و الا اینکه سر خیلی مسائل ها مثلا به سلام میتونه با هم کنار بیاد. ما باور نیست که حال گذشته که خب ممکنه که بحث زیاد داشته باشه کدام مورد هم مورد اختلافی است. ولی اگر ما بخوایم در افغانستان سوال داشته باشیم، چند موضوع باید مورد دقت نظر حکومت و یا طرفین باید قرار بگیره. اولی که تا زمانی که دولت افغانستان به لحاظ نظامی دست بالای خود را نسبت به طالبان به اثبات نرساند در جبهه جنگ، ممکنه طالبان هیچ گاهی حاضر به مذاکره با دولت افغانستان نشوند. تا زمانی که طالبان احساس میکنه که میتونه با جنگیدن امتیاز بیشتری را از جانب افغانستان بگیرند یا پایگاه‌های نفوذ و قدرت خود را مستحکم بکند، طالبان حاضر به مذاکره نمیشه. این را باید دولت افغانستان و این طرف قضیه بدانه که تنها به صلاح با پول و یا با مذاکره و یا با تشویق صلح نمیشه. این حرف اساسی است که باید طرف نظامی افغانستان دست بالا داشته باشه. دوم اینه که از ابتدای آمدن طالبان به طرف به صلاح حمایت بیرونی طالبان داشتند. دولت افغانستان با کشورها یا کشوری که به صلاح طالبان به طور جدی حمایت میکنه به یک نتیجه و تعامل برسد. تا زمانی که حمایت بیرونی به یک نحوی از شورشگری و جنگ و طالبان در افغانستان ادامه داشته باشد، بسیار سخته که به صلاح شما با طالبان به یک نتیجه به یک صلح برسید، به خاطر اینکه اونها پشتش امکانات داره، پول داره، جایی که به صلاح زخمیش تداوی شود داره، خانواده هایش اونجا میتونه باشه، خودشان میتونه باشه. خود در اون صورت سخته که شما میتونید با اون طور یک جریان به صلاح صلح بکنید. شما تمام این کشورهای مثلا آمریکای لاتین یا کشورهای جنوب آسیا و همه کشورهایی که شورشیان در مقابل دولت مرکزی جنگیدن پشت جبهشان به صلاح یک عقبه مطمئن داشتن، هیچگاهی به صلح نرسیدن. این بسیار مهمه که شما دقیقا رو بتونید متوقف بکنید. و در داخل افغانستان هم که دولت افغانستان به عنوان یک دولت مسئولی یعنی رسمی ملت، این نماینده ملت، حداقل انگیزه اصلی طالبان را باید دریابه که طالبان چی میخواد. طالبان وقتی در مقابل یک دولتی که در افغانستان موجود است با رأی مردم افغانستان به سر کار آمدن، خب مشروعیتش مطابق با قانون اساسی افغانستان هستن، حالا ممکن طالبان قبول نداشته باشند، انگیزه اصلی طالبان چیست؟ این بحثی که شما مطرح کردید که اختلاف طالبان با دولت بر سر چیست، اختلاف بر سر قدرت سیاسی است، اختلاف بر سر به اصطلاح مسائل مذهبی است، اختلاف بر سر سیاست خارجی افغانستان است، اختلاف بر سر چیست؟ این باید دریافته و مطابق با یک رای حل علمی، رای حل احساساتی، رای حل مقطعی، رای حلی که به اصطلاح شما بخواید یک نوع گزار بکنید، هیچ کدام اینها بر افغانستان جواب نمیده. شما رای حل علمی رو باید مطابق ارائه بکنید. و در نهایت همین که دولت افغانستان باید یک یعنی در واقع آمادگی داشته باشد که بخش از خواسته های طالبان رو باید قبول بکنه. شما صلحنامه مثلا کنگو را ببینید، صلحنامه تاجیکستان را ببینید، مثلا صلحنامه ایرلند شمالی و انگلیس را مثلا ببینید، صلحنامه در بوسنی هرزگوین مثلا کشورهای حوزه بالتیک را شما ببینید که در مثلا قرن 20 در با هم جنجال داشتن، اگر شما ببینید، یا مثلا در می سال جاری در کولومبیا اگر مثلا شما ببینید وقتی که فارک با دولت مرکزی به صلاح یک توافق می‌رسن، این خواست یک جانب قابل قبول نیست در مذاکرات که یک طرف اگر دست بالا هم داشته باشد به صلاح بخواید هر چیزی که او می‌خواد تحمل شود. شما نیاز حداقل نیاز دارید که بخش از خواسته های طالبان را که دولت به صلاح قرار باشه صلح بده دولت افغانستان قبول بکند. اما خب این مهم است، خب نگران نیست که این خواست ها آنچه که دستاورد خوانده میشه تا این 15 سال نباشه، مثل دموکراسی، انتخابات، آزادی بیان، از این چیزها. بله من عرض بکنم مثلا
شما نمیتونید امتیاز را که قانون اساسی برای مردم داده مثلا این رو محدود بکنید. انتخابات، آزادی بیان، آزادی مذهب، به اصطلاح آزادی تجمعات، احزاب سیاسی، خب کاندید شدن، رأی دادن، مثلا مسائل اقتصادی. ولی مثلا در قانون اساسی اومده که رئیس جمهور در افغانستان 20 تا صلاحیت ویژه داره. خب ممکن طالبا بگه 10 تا باشه، من فکر نمی‌کنم دیگه مشکل باشه، 10 تا باشه. یا مثلا اگر این خواست ها باشه دیگه، خواست خب بله، خب مهمه که اونا چی خواست مطرح میکنه. ولی یکی خواسته کی باید به کرسی بشینه، هم برمیگرده به یکی. اگر دولت افغانستان در داخل افغانستان، مثلا در داخل افغانستان به لحاظ نظامی دست بالا رو داشته باشه، در صحنه بین المللی هم کشورهایی که در قضیه افغانستان تاثیرگذار است، اگر از موضع دولت افغانستان حمایت بکنه، طبعا تعیین کننده نهایی و برنده دولت افغانستان است. این ثابت شده در همه کشورها، هر کش شورشی یا گروه های مسلحی که با دولتشان صلح کرده، در نهایت برگ برنده را در درازنا دولت ها برده. مثلا اگر تاجیکستان را ببینید یا کشورهای دیگه به صلح کردن، وقتی که شورشی آمدن در کنار دولت، در نهایت در قالب یک حزب تنظیم شدن و همو خواستشان در سطح افکار عامه مطرح شدن و بعد در قالب خواست های ملی مطرح شدن، در نهایت دولت مرکزی با هر ترتیبش برنده نهایی قضیه است. در همه جای دنیا بلوچستان قاعده علمی است، میشن شما به صلح برنده شوند. ولی این مهم است که در امی وقتی که مذاکره به اصطلاح میخواد به نتیجه برسن، کدام طرف دست بالا داشته باشد. اگر طالبان مثلا به صحنه در صحنه جنگ به اصطلاح دست بالاتر داشته باشد، حمایت بیرونی بالاتر داشته باشد، ممکنه امتیاز بسیار بیشتر دولت بگیرد. اگر نه که برعکس دولت دست بالا داشته باشد، طبعا دولت میتونه خواسته هایشون را به کرسی بشه. و در نهایت اینکه در هیچ جایی به اصطلاح صلح بدون عدالت هم قابل تامین نیست. مثلا تعداد کسانی که دستشون به خون مردم آلود است، تعداد کسانی که دست به جنایت جنگی زدن، تعداد کسانی که به اصطلاح شواهد وجود دارد، خب افراد ملکی را در ولسوالی ها در ولایت به اصطلاح قتل عام کردن، ترور کردن، اینطور نباید صلح شون که شما وقتی که صلح میکنید بگید دروازه بسته همه باید بیان. حداقل یک مجرای برای تنفس عدالت هم در هر صلح باید وجود داشته باشد که او ضمانت دوام و بقای متهم هستن محاکمه شوند، دادگاهی شوند، تو نشه که فرهنگ مافیات باشه و هر کی. خب به اصطلاح ببینید، شما میتونید از شیوه آفریقای جنوبی که آقای ماندلا مثلا در حزب کنگره آقای ماندلا انجام داد با مخالفینش استفاده بکنید، به اصطلاح یک بخشش یک اعتراف اش، مثلا کسای احزاب دیگه میتونه به اصطلاح استفاده بکنید، مثل تاجیکستان یا کسای دیگه که به اصطلاح با هم آمدن صلح کردن. در نهایت دیگه که هم باید عدالت تامین شود و هم یک مجرای برای تنفس باشد و افغانستان به صلح برسد. سپاسگزارم آقای مجروح. شما پیشتر گفتین اگر توجه متحدین افغانستان که ناتو آمریکا باشه به قضای افغانستان بیشتر نشه، ممکن سال 9 میلادی در سال 2017 ما بدتر از سال پار داشته باشیم، سال که گذشت. خب توجه و تعهدی کشورها را در قبال افغانستان چگونه میبینید؟ در دو تا نشست وارسا و بروکسل که این کشورها به حمایت از افغانستان تعهد کردن، به حمایت مالی و نظامی. ببینید، شک نیست که تا حال حمایت های مالی برای تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه داشته، حمایت های نظامی برای مشوره دهی و تعلیم و تربیه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تحت نام حمایت قاطع ادامه داشته. اما ناتو و آمریکا در قسمت افغانستان تعهدات دیگه هم دارن. هرگاه سرحدات افغانستان از جانب کشور مورد تعرض قرار بگیره، اونها و حاکمیت ملی افغانستان تهدید شود، اونها مکلفیت دارن که در برابر او کشور ایستادگی بکنن. خب این کار تعامل کردن؟ ببینید، همین مداخله که فعلا به افغانستان روان هست و روس ها و چینایی ها و پاکستانی ها میخواهند که یک جنگ دیگه در افغانستان دامن بزنن و افغانستان ببرن به یک جنگ استخباراتی منطقه‌ای و جهانی، همین خودش میتونه که یک تهدید بسیار کلان برای سرحدات افغانستان باشه و میتونه حکومت ملی افغانستان تهدید بکنه. بنان اونا در این راستا مسئولیت دارن در برابر افغانستان که از تمام راه ها، چه از راه مجرای دیپلماتیک و چه از راه نظامی، در برابر کسایی که چی میکنه، کسایی که مداخله میکنه کار بگیرن. این جمله جزء تعهدات اونها هست برای افغانستان. و وقتی ما میگیم که اونها همکاری بکنن، همکاری به این معناست که اونا در سطح جهانی افغانستان همکاری بکنن، افغانستان کمک بکنن تا اینکه امی روحیه و مورال نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان لحاظ امنیتی و از خود حکومت به لحاظ سیاسی بلند بره، تا اینکه کسایی که مداخله میکنن حداقل
بدانند که افغانستان متحدینی هم داره که افغانستان حمایت میکنه، مردم افغانستان تنها نمیذاره. پیشتر آقای موسوی اشاره کردن که حمایت بیرون دارن و این برمیگرده به مشکلاتی که ما با بعضی کشورها داریم، شخصا اشارهشون ممکن پاکستان باشه که مشکلات تا با این کشورها حل نشه و با به نتیجه نرسیم، حمایت همچنان از این کشورها، از این گروه ها که طالب و گروه دیگه ادامه داره. ما شاید در آرشیو تلویزیون شما هم وجود داشته باشه، حداقل تا حال شاید ده ها بار در همی بحث های خود در تلویزیون های مختلف گفتیم که تا زمانی که ما به دو یا سه مشکل عمده و اساسی که ما با پاکستان داریم به توافق نرسیم، جنگ از افغانستان تمام نمیشه، ولو که طالب بیا تسلیم میشه، ولو که طالب بیا امرای ما یک جا شده، باز یک گروه دیگر پیدا میکنه. به دلیل ای که مشکلات ارضی و آبی که ما با اونا داریم، منافع ملی از اونا ایجاب میکنه که افغانستان باید در کشور ضعیف مریض و به سینه افتاده باشه. خیلی خوب، خب شما میگین که متحدین افغانستان باید دفاع بکنن از افغانستان اگر تجاوز میشه. خب وقتی این چنین مشکلات وجود داره، مشکلات تاریخی، مشکلات آبی و ارضی که شما اشاره میکنین، نقش دولت‌های بیرونی در این قسمت چگونه میباشه؟ خیلی اینا باید حل شود که مشکلات ببینید میتونه که پاکستان برای خودش توجیه داره. اگر شما به باور بسیاری، اگر شما توجه فرموده باشین در ابتدای حکومت یا نظام جدید، وضعیت برای افغانستان بسیار آماده بود. افغانستان در امن سر می بود، طالب دیگر افغانستان بساطش برچیده شده بود، هنوز ساماندهی درست نشده بود، کمک های میلیاردی جهان به افغانستان صادر شده بود، حمایت جهانی، حمایت بدون منازعه جهانی به افغانستان وجود داشت. کشورهایی که علاقمند به امن نبودند در منازعه و کشمکش قرار نگرفتن. پس در همون زمان حکومت افغانستان بسیار خوب میتونست که به زودی این مشکلات حل بکنه که متاسفانه نکرد. همیالی هم راه ما نداریم جز اینکه مشکلات خود را حل بسازیم. اگر وقتی ما میگیم کمک، یک از جمله راههایی که میتونه برای افغانستان کمک باشه اینیست که مشکلات تاریخی که ما با پاکستانی ها دارین بیانم این کشورهای جهان به خصوص سازمان ملل متحد به حیث یک نهاد معتبر جهانی در این قسمت افغانستان همکاری بکنم تا یک ما بتونیم این مشکلات حل بکنیم. شما پیشتر گفتین که متحدین افغانستان نقششان در دفاع از افغانستان در برابر مداخله بیرونی ضعیف است. اشارتان نمی بود؟ نه. یا که خب میگفتین گفتین جدی اقدام بکنن. نه من گفتم که اونها متعهد هستند به افغانستان که هرگاه سرحدات افغانستان از جانب کشور بیرونی مورد حمله قرار بگیره، اونا متعهد هستن به دفاع از افغانستان. بنان و انتخاب میشه که در برابر پاکستان اقدام جدی نشد از سوی آمریکا. خب قطعا که نشد. آمریکایی ها سالها را دیدند و با عراسفکنی به چشم سر دیدند، در چیز به تنبیل نیروهای مخالف حکومت افغانستان در پاکستان به چشم سر دیدن، ولی بی تفاوتی اختیار کردن. خب شاید منافع از اونا در همین هم بود، اما وقتی که دیدن منافع خود از اونا تهدید میشه، بیشتر خواستن که در این قسمت پاکستان به انزوا بکشن یا پاکستان تهدید بکنن. اما وقتی پاکستان تهدید کردن، پاکستان رفت جانب روس‌ها و چینی‌ها را گرفت. امیر بخوام بپرسم، شما میگین که این سه تا کشور پاکستان، چین، روسیه است میخوان جنگ دیگر را بندازن. اینه که وضعیت پیچیده میشه و دیگه وظیفه دولت افغانستان در این بین و وظیفه متحدین افغانستان چی باشه برای دفاع از افغانستان؟ من اول هم به خدمت شما عرض کردم که جنگ پیچیده تر میشه. فعلا ما وارد یک جنگ منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شدیم. فعلا یک از کشورهای منطقه در حمایت از طالب برای جلوگیری از داعش، حالی هرچی بهانه است هرچی هست، اینا آستین برزدن. از جانبی هم آمریکایی ها برای حضور خود در افغانستان و نوعی تهدید کشورهای منطقه هم کوشش میکنن که حضور داشته باشن. خب با توجه به این وضعیت تصمیم که سال خوبی نخواهیم داشت، به همو چی هست که من میگم دلیل هست که سال آینده سال خوبی نخواهد بود. من باورم اینست که روس ها از طالب یا از داعش نمیترسن. اونها از تهدیدی که احساس میکنن که آمریکایی ها کشور روسیه و آسیای میانه را در منطقه میکنن، از او میترسن. اونا فکر میکنن که افغانستان سکوی پرش برای آمریکا
خواهد بود تا بتواند کشورهای منطقه تهدید بکنه. به این وقت ما میگیم دستگاه دیپلماسی و حکومت افغانستان فعال شود، باید فعالتر می بود قبلا که کشورهای همسایه قانع می ساخت، مطمئن می ساخت که منافعی از اینها از سرحدات افغانستان تهدید نمیشه. این بسیار مهم بود. حال اینا ایره بهانه قرار دادن که منافع ما تهدید میشه در افغانستان. خیلی کوتاه میخوام پاسخ بگیرم چون دقیقه آخر است. خب دایی به این وقتی به باور شما بازی پیچیده میشه، سیاست افغانستان و سیاست در مقابل متحدینش، وظیفه متحدین در قبال افغانستان چی است؟ افغانستان بعد از یک طرف متحدین خود بیشتر بیدار بسازه که در این مقطع حساس زمانی از افغانستان حمایت بکنه. از جانب دستگاه دیپلماتیک افغانستان فعال شده و کشورهای همسایه مطمئن بسازه که منافع از اونها از جغرافی و سیاسی افغانستان تهدید نمیشه. و از جانب هم اونها که تعهد دارن در برابر افغانستان باید مطابق با تعهدات خود عمل بکنن تا اینکه افغانستان از این بیشتر به میدان جنگ و درگیری در سطح منطقه مبدل بشه. سپاسگزارم. خیلی مشخص و کوتاه میخوام چون دقیقه آخر از پاسخ بگیرم. با بررسی آقای مجروح که سال 9 میلادی سال 2017 برای افغانستان سال خوبی نخواهد بود، بازی هم پیچیده شده. سه تا کشور چین، پاکستان و روسیه میخواهند که یک جنگ جدید در افغانستان را بندازند و این ایجاب سیاست فعال خارجی میکنه و ایجابی که رابطمون با این همسایه ها و یا تفهیم شود که حضور خارجی ها اینجا تهدید نیست برای شما، رابطمون با متحدینمون بهبود بیافته و مستحکم شود. یکی باید ما درک بکنیم که شرایط افغانستان امروز با افغانستان به سال 2001 بسیار متفاوته. اونجوری که دنیا او زمان در افغانستان میدید و کشورها از افغانستان حمایت میکرد، امروز متاسفانه تغییرات چشمگیری به وجود آمده. با توجه به این واقعیت من با جنبندی آخر آقای مجروح کاملا موافقم که دولت افغانستان راهی نداره بجز از اینکه از یک طرف این سه کشور را به خصوص روسیه و چین را اقناع بکنه، به یک نتیجه برسونه که منافع ملی اونها از طریق دولت افغانستان بهتر تأمین میشه تا ارتباط با طالبان. یک. دوم. به باور آقای وکیل که اونا حضور آمریکا را به خودشان تهدید میدونن. آره میخوام عرض بکنم. افغانستان دقیقا درش آمریکا باشه. دقیقاً. و از اون طرف دولت افغانستان باید امی یک نقطه استثنایی است که باید کشورهای مثل آمریکا و ناتو از افغانستان حمایت بکنه. یک نقطه آخر میگم که این به نفع افغانستان نیست که عین برخورد با پاکستان دارد، با چینایی هم داشته باشد، با روس هم داشته باشد، چون افغانستان را بیشتر دچار مشکل و جنجال میکنه. بنابراین ما با این کشورها باید از در تعامل و دیپلماسی وارد شیم، در عین زمان کمک های سیاسی، اقتصادی، حتی نظامی کشورهایی که ما با او پیمان استراتژیک داریم در این مقطع بسیار میتونه برای افغانستان کارساز و مفید باشه. و موافق هستین که بازی داره پیچیده میشه؟ دقیقاً. وقتی که روس ها مثلا در اوکراین، در گرجستان، در قضا به صلاح در سوریه در واقع به یک نحو بازی رو بردن و دستی برتر دارن، فعلا اومده داخل افغانستان، با این قدبندی جدید افغانستان وارد یک فاز جدید میشه که دولت افغانستان باید بشه یک زنگ خطر باشد برای اینکه بتونه سیاست خوبتر در واقع تدبیر بکنه. سپاسگزارم از آقایان غلام فاروق مجرو عضو مجلس نمایندگان و سید ناصر موسوی آگاه روابط بین‌الملل. سپاسگزارم از تشریف آوری حضورتان و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار. We'll be right back.